درود بر همه دوستان، امیدوارم که هر جا هستید خوب و خوش و سلامت باشید. برنامه لایو دیگری رو آغاز کردیم و برنامه لایو امشب در باب اوباش اینترنتی یا همون ترول هاست. این موضوع برای چی مهم هست؟ چون که در از آغاز شروع اینترنت و به خصوص از موقعی که این شبکه‌های اجتماعی قدرت گرفتند و رواج یافتند، ما با یک پدیده مواجه شدیم به اسم ترولینگ یا ترول. ترول در واقع معانی متعددی داشته، یعنی هر کسی از ذهن خود ترول رو به گونه‌ای تعریف کرده، ولی یک معنی کلاسیک در مبحث ترول وجود داره که اون در قدیم در افسانه های قدیمی به یک سری در افسانه های اسکاندیناوی به غول های کوتوله زشتی که در غارها زندگی می کردند و در تاریکی بیرون می اومدند و مزاحم رهگذران و مسافران می شدن ترول می گفتن. این مبحثی است که در افسانه های اسکاندیناوی وجود داشته و الان در حال حاضر هم این قول های کوتوله زشت رو در فضای حقیقی می بینیم. می بینیم که مثلا افرادی که در راه میهن مبارزه می کنن یا افرادی که به هر روی بر اساس توانایی شخصی به جا و منصبی می رسند یا محبوب میشن در فضای حقیقی و مجازی، یک سری افراد غول کوتوله زشت هستند که مدام در زیر پست های این افراد در فیسبوک و اینستاگرام و یوتیوب و شبکه های مجازی دیگر و شبکه های اجتماعی دیگر هستند و به تخریب شخصیت میپردازند. این مپس خودتون یک دور درون همین فیسبوک بزنید، به خوبی میتونید به سخن من پی ببرید که چه کسانی رو میگم و این مپس چگونه هست. بیشتر این افراد در از طریق کامنت گذاشتن، گذاشتن کامنت های تکراری، پرسیدن سوال های مزخرف، پرسیدن سوال‌هایی که هیچ ربطی به موضوع نداره، به این کار ترولینگ دست می‌زنن، به این کار اوباشگری اینترنتی دست می‌زنن. ولی خب از لحاظ اجتماعی روانشناسان و جامعه شناسان اومدن این افراد رو بررسی کردن، چون موضوع مختص به ایران هم نیست، یک موضوع جهانی است. دوستان عزیز، در همین ابتدای برنامه لطفاً برنامه رو به اشتراک بگذارید. دوستان اینستاگرام هم که براتون بچه های داخل کشور دارم پخش میکنم، این رو بعداً میتونید به دوستان خودتون بفرستید، این برنامه رو به اشتراک بگذارید. در آخر برنامه از اشتراک گذارندگان برنامه سپاسگزاری خواهم کرد. ببینید، یک مطلب رو من براتون بذارید، این ترول رو به خوبی از روی یک چند تا مقاله که با هم جمع کردم و مخلوط یا میکس کردم این رو براتون بگم. گفتم که در افسانه‌های اسکاندیناوی به یک قول‌های کوتوله زشت میگفتن، حالا در افسانه‌های دیگر میگفتن که ترول‌ها موجودات افسانه‌ای هستند که هیکل‌های بزرگ ولی نادان هستند، مخلوقاتی نادان بودند و هدف اونها فقط قلدری کردن بود، ولی مبارزه با اونها برای بشر بسیار ساده بود، چون که اونها افراد نادانی بودند و فقط سعی میکردن که خودشون رو بزرگ جلوه بدن. این ترول در مبحث و در ذهنیت ایرانی با ذهنیت اروپایی و آمریکایی دوستان تفاوت داره. یک عکس رو من الان نشونتون میدم، ببینید. ایرانی ها ترول رو با این عکس میشناسن، یه موجودی که حالا به قولی شکلک گرافیکی هست که حالا مثلا خودشون هم میتونن روش
سخنها بنویسند و به هر حال باهاش یک طنزی بسازند. ولی ترول در واقع در مبحث اروپایی یا آمریکایی این مبحث ترول یا اوباش اینترنتی فرق داره. در تعریفی که ویکی‌پدیا به ما ارائه میده از اوباش اینترنتی یا ترول ها، به کسانی گفته میشه که پیام های توهین آمیز میگذارند که هیچ ربطی به اون موضوع یا پست نداره، یا اینکه هدفشون تحریک خوانندگان مخاطبان هست و ایجاد اختلال در فروم ها، در فیسبوک، در شبکه های اجتماعی، در صفحاتی که اون شخص ارائه میده. من تمام اینها رو با ذکر مثال و دونه دونه برای شما شرح میدم که قشنگ بشناسید و ترول ها رو دوستان بلاگ کنید. یعنی تنها راه مبارزه با ترول ها نه این هست که باهاشون وارد بحث بشید. مثلا میگم، به عنوان مثال، یک نفر الان میاد مینویسه آقای مبارز نستو، مثلا این پول هایی که دزدیدی چی شد؟ خب حالا من مثلا نه پولی دزدیدم نه پولی بوده، حالا بیا اینو قانع کن که این پول هایی که من دزدیدم کجاست. یا بیاد بنویسه آقای فلانی، اون دختری که بهش تجاوز کردی داستانش چیه؟ چون که همچین موضوعی وجود نداشته و همچین چیزی صحت نداشته، بنابراین طرفی که ترول هست، طرفی که اوباش اینترنتی هست، با این راه ذهن دیگر مخاطبان رو هم تحت تأثیر قرار میده. پس در درجه اول باید اینها رو بلاک کنید دوستان. اجازه ندید که ترول ها بیان و خودنمایی کنند. یعنی جامعه شناسان و روانشناسان راه پیشنهادی که در رابطه با برخورد با ترول ها دادن، بلاک کردن اونهاست. یعنی اجازه صحبت به اینها ندید، چون فردی که اومده و پایه رو بر تخریب گذاشته با بحث قانع نمیشه و با بحث کنار نمیره. نمونهش رو هم دیدیم، یک فرد که در کانادا بود، هی مرتب میومد پیام میذاشت زیر مثلا پستای کامران قادری، پولهایی که برداشتی چی شد. یا نمونهش رو، یه چند تا نمونه خارجی داریم که خیلی وخیم هست، مثلا فردی که سرطان داشته، پدرش بر اثر سرطان فوت کرده، خودش قهرمان المپیک بوده، بعد مدال نیاورده، یک نفر مرتب پیام میداده براش که به خاطر تو پدرت فوت کرد، به خاطری که مدال نیاوردی، که این فرد رو هم دستگیر کردن حتی. یعنی کار میتونه حتی اگر شکایت بشه و به صورت رسمی دنبال بشه، به دستگیری هم برسه. یک موضوع رو فراموش نکنید، در اتهام زنی ها که وجود داره در این فضای مجازی مثل نقل و نبات، باید از کسانی که اتهام میزنن بپرسید آقا تو شما مطلبی دارید؟ خب مطلب تو در کشور آزاد هستی، میتونی از طریق دادگاه صالحه دنبال کنی. دلیل نداره هی مرتب در کامنت و در غیره و غیره بخوای نظر خودت رو القا کنی به دیگران و تخریب کنی. پس به ترول ها نباید فرصت داد. حال من اینها رو به صورت جز به جز بیان میکنم. از دیدگاه اروپایی ها و آمریکایی ها، کسی که با فرد مقابل مخالف هست ترول محسوب نمیشه. مثلا میگم، یک نفر از یک دیدگاه عقیدتی و فکری دیگر هست، خب این میاد مثلا زیر پست من یک کامنتی رو میگذاره، این ترول محسوب نمیشه دوستان. این فردیست مخالف. ولیکن اگر همون فرد بیاد و همین کار رو در یک بازه زمانی مرتب تکرار کنه، مثلا میگم من هوادار پادشاهی هستم، هوادار خاندان پهلوی هستم، یک فردی مخالف من هست، میاد مینویسه که مثلا در دوران شاه این مشکلات وجود داشت. خب این پذیرفته است. حالا اگه این فرد بیاد همین رو هی شروع کنه تکرار کردن، یعنی یک کامنت رو برداره مرتب پیست کنه زیر پست ها به صورت متناوب، این ترول محسوب میشه، این دیگه مخالف محسوب نمیشه، چون خیلی مرز باریکی است بین آزادی بیان و ترولینگ. حتی کارشناسان زیادی هستن دارن این موضوع رو بیان میکنن. یا اینکه بخواد
یک حس نفرتی رو ایجاد کنه. مثلا من خاندان پهلوی رو دوست دارم، بیاد یک جملات نامربوط نسبت به خاندان پهلوی ارائه بده، توهین کنه، فحاشی کنه، اینا ترولینگ هست دوستان. و آزادی بیانی نیست که اجازه بدید اینها بیان و سخنانشون رو ارائه بده. دو تا کشیده اول میزنید، بعدم بلاکش میکنید میره. یعنی راهش فقط همین هست، با ترول ها این گونه باید برخورد کنید. اگر اجازه به اینها بدید که صحبت کنند، نه آزادی بیان هست نه دموکراسی هست، تنها فقط یک فردی رو که یک قول کوچک هست، قول کوچک زشت که شبها مزاحم مردم میشه، این رو بزرگ کردید و اجازه دادید بیاد بیرون. معمولا ترول ها از دیدگاه اروپایی یا آمریکایی، اینها زبان محترمانه و ادب هم حالشون نیست. مثلا شما میگی آقای عزیز لطفاً مؤدب باش، دوباره میاد همونو تکرار میکنه. میگید لطفاً با احترام باش، دوباره میاد فحش میده. اینها همون جزء دستبندی ترول ها میشه. یک نمونه دیگه از ترول ها کسانی هستند که دوست دارن نظرشون رو بشنوید ولی نمیخواهید نظرشون رو بشنوید. مثلا کسی که یک پیامو گذاشته و از مخاطبین من نیست، در سایت من هم یا در فیسبوک من یا غیره وارد میشه و میخواد یک نظری رو بده، باز هم میگم اگر که نظرش مخالف من مخالف هست و بر اساس یک اصول محترمانه ای کار میکنه، این ترول محسوب نمیشه. ترول ها معمولا کپی پیست میکنن، معمولا سر یک موضوعات خاص پیداشون میشه. ولی خب اینها انواع دارن. برای اینکه فرق بین ترول یعنی اوباش اینترنتی و کسانی که مخالف هستن رو ببینید، چند تا تعریف داره ترول، یعنی چند تا گروه کتگوری داره. من این کتگوری ها رو برای شما معرفی میکنم. یه نمونه هستن بهشون میگن ترول های بچه. ترول های بچه، دوستان این ویدیو رو من باز هم یادآوری میکنم به اشتراک بگذارید، چون ویدیوی آموزنده ای هست این ویدیو و به شما کمک میکنه که اوباش اینترنتی یا ترولینگ رو به خوبی بشناسید و باهاشون مقابله کنید، چون که برای همه ما پیش میاد و همه ما رو میخوان تو این بازی قرار بدن، برای خود من که هر روز از این موارد وجود داره. یک نمونه از این ترول ها رو میگن ترول های بچه. این افراد در جواب هر پستی یک عبارت کوچک و بچگانه رو تکرار میکنن و تنها هدفشون شوخی کردن و آزار دادن دیگران هست. مثلا این افراد توی واقعیت هم هستن، توی دنیای واقعی هم هستن، که مثلا هر چیزی رو که بگید یه چیزی رو یه نمونه جواب دارن که به صورت بچگانه هست. هدفشون هم ناراحت کردن یا صدمه زدن به روحیات طرف مقابل نیست، فقط خنده است هدفشون. مثلا بیام یه چیزی بگیم بخندیم، ولی که این کار باعث عصبانیت فرد مقابل میشه. پس این جزء ترول های بچه محسوب میشه، یعنی جزء اوباش بچه. یه چیزی بگه بخنده، بعدم بگه شوخی کردم. توی دنیای واقعی هم هست، توی دنیای مجازی هم هست. درسته که کارش از نظر خودش صدمه زدن به فرد مقابل یا فرد نویسنده نیست، ولی در واقع این حرکتش آسیب زننده هست و باعث عصبانیت حالا نویسنده مقاله، فردی که وجود داره میشه. پس این ترول گروه اول هست. مثلا دیدیم که مثلا با یک نفر داری به صورت خیلی جدی حرف میزنی، هی در جواب مسخره بازی یه چیزی رو بپرونه، این جزء ترول های بچه است. پس اینها جزء ترول ها و میتونن اینها بلاک بشن، هم در زندگی شخصی و هم در فضای اینترنت. ترول های دوم ملا نقطه‌ای میگن، نقطی میگن یا لغتی، این هنوز علما بینش اختلاف دارن، ولی بهش چیزی که من خوندم درستش ملا نقطی هست. این افراد باعث عصبانی کردن و حتی توهین به افراد میشن، میان کامنت میگذارن،
و در حال توضیح دادن مطالب در پست ها هستند. مثلا من میام یک مطلبی رو می نویسم، یک حالا مقاله ای رو می نویسم، یه جای یه و، یه نمیدونم کاما، یه الفی اضافه هست، کم هست، اینها کل مطلب رو مثلا فرد ول میکنه، میاد میچسبه به اون و میاد میگه که شما که سواد ندارید یه چیز رو بنویسید دیگه ننویسید، مثلا همون تیکه رو بیرون میاره. اینا رو میگن ترول های ملا نقطی یا ملا لغتی، و کارشون اینه که از کل مطلب، یعنی کاری به بحث ندارن، کاری به درستی یا غلطی مقاله هم ندارن، کاری به محتوای مقاله هم ندارند. کارشون اینه که مثلا اگه یک کلمه جا افتاده باشه توی بحث، یک کلمه بالا و پایین شده باشه، بیان این رو مرتب ایراد املایی بگیرن، غلط املایی در بیارن. این هم جزو یک دسته از ترول ها محسوب میشن و این هم جزو کسانی هستن که باید بلاک بشن و برن. یک دسته دیگه از افراد بهشون میگن ترورهای خشمگین. ترورهای خشمگین معمولا افراد از لحاظ روانشناسان و از لحاظ جامعه شناسان افرادی هستند که توی زندگیشون بسیار تنها هستند. توی زندگی شخصیشون تنها هستند، هیچ کس رو هم ندارند و همیشه با عصبانیت و با تندی میان و پاسخ میدند. هر کجا که این افراد فرصتی به دست بیارن، احساسات منفی خود رو به دیگران منتقل می کنند و باعث ناراحتی و خشم دیگران می شن. ترول کردن این افرادم به این خاطر نیست که مثلا از مطلبی که ما نوشتیم اونها رو عصبانی کرده، بلکه این افراد ذاتاً از هر چیزی عصبانی هستند. یعنی شما هر چیزی میخواید بنویسید، این فرد یا این افراد که بهشون میگن ترول های خشکین عصبانی هست. شما حتی میخواید برید ایران رو آزاد کنید، شما حتی میخواید برید نمیدونم یک حرکت ملی انجام بدید، در راه وطن مبارزه کنید، حتی جونتون رو از دست بدید. من دیدم دیگه، مثلا فردی بوده، افرادی بودن که جون خودشون رو هم از دست دادن در راه آزادی میهن. ولی اینها طلبکار هستن، عصبانی هستن، فوش میدن. خب غلط کردی که رفتی مردی، یعنی نمیدونم حالا رفتی کشته شدی به جهنم. هر کاری بکنید این افراد خشمگین هستن، کاری هم به مطلب شما ندارن، اینها ذاتن خشمگینن. اینها جزء کسانی هستن که باید بلاک بشن. چرا؟ باز هم میگم چون که از نظر روانشناسان این دسته هم افراد تنهایی هستن، تو زندگی شخصیشون هم تنهان، هیچ کس رو ندارن، هیچ دوستی ندارن، هیچ دوستی رو برای خودشون باقی نذاشتن، هیچ تپه سالمی باقی نذاشتن برای خودشون. پس توی فضای مجازی هم نباید اجازه بدید که این افراد بیان و بخوان این خشمشون رو روی کامنت و روی نوشته های ما خالی کنند. این افراد رو باید هدایت کنید با همون پسگردنی برن پیش خودشون بشینن و درون خودشون خشمشون رو خالی کنن. این هم یک گروه دیگه از ترورها. یک گروه دیگه از ترورها افراد افراطی هستن. اینا شباهتی دارن به ترورهای خشمگین که در فضای در مورد قبلی برای شما توضیح دادم، که موجوداتی بسیار بددهن و ناسزاگو هستن. در خارج اینترنت هم با کنترل خشم مواجهن این ترول ها. یعنی مثلا دیدید که میان فحش میدن، آی بیا بیرون میکشیمت، بیا بیرون میزنیمت، نمیدونم. این افراد رو میگن ترول های افراطی و به صورت افراطی همه چیز رو سعی میکنن که هر حرفی رو که زدید به صورت افراطی بیان و به قولی با شما برخورد کنه. اینها رو هم یک کشیده باید بزنید و بلاک کنید. یک نوع ترول ها هستن، میگنشون ترول هایی با هوش منفی. با هوش منفی. ببینید مثلا میگم فیلم، مثلا سریال تاج و تخت، گیم آف ترونز، یکی از سریال هایی هست که بسیارانی اون رو نگاه میکنند. این ترول ها کارشون چی هست؟ ترول های با هوش منفی کارشون این هست که اگر مثلا فیلم رو زودتر دیده باشند یا
کتابی رو زودتر خونده باشن برای اینکه به قولی هیجان و سرگرمی رو از بین ببرن، یعنی این یه مشکل روحی و روانی هست، دلش میخواد هیجان و سرگرمی رو برای یکی دیگه از بین ببره، بلند میشن و میان داستان رو تعریف میکنن، میگن اینجوری شد اونجوری شد، فیلم اینجوری شد اونجوری شد، یا میان مینویسن، یا مگه شما ندیده باشید دلشون میخواد این رو بیان بیان کنن. اینا مشکلات روانشناسی از دوستانا. حالا شاید خیلی دست کم گرفته بشه، ولی خب فردی که این کار رو میکنه یک مشکل روانی داره. دستبندی کردن روانشناسان، جامعه شناسان زحمت کشیدن اینها رو برای ما دستبندی کردن، و اگه خودتون رو تو این گروه ها میبینید حقیقتا ببرید به دکتری روانشناسی چیزی نشون بدید خودتون رو، بگید من جزو یکی از این دسته ها هستم، یه خورده باهاتون صحبت میکنن، یه چند تا دارویی شاید دادن، چیزی دادن، درست شدید. پس جالبتر هم این هست در باب این ترول هایی با هوش منفی، همینایی که میان داستان رو تعریف میکنن، کتاب رو تعریف میکنن که برای شما جذابیتش رو از بین ببرن. اگه شما مثلا حساسیتتون هم بیشتر باشه، مثلا بگی نه 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 نگو، تعریف نکن فلان، اینا بدتر اصرار میورزند، یا هر جوری شده میخوان بهتون بگن، یعنی از لحاظ روانی این مشکل رو دارن. پس این هم جز به اون ترول هایی هستند که وجود دارن. یک نمونه ترول ها رو میگن ترول های سوپرمن. این ترول ها کسانی هستند که شما هر کاری کرده باشید اونها بهتر از شما انجامش دادند. مثلا هر جا رفته باشید اون جلوتر از شما رفته، هر چیزی خورده باشید اون بهترش رو خورده، هر چیزی داشته باشید اون بهترش رو داره. مثلا میگین که این غذا مثلا اینجا خیلی خوشمزه است، میگه نه 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 من این خوشمزه ترش رو خوردم. مثلا میگم به قولی من مثلا 100 کیلو وزن میزنم، میگه نه 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 من 110 کیلو میزنم. اینها رو میگن ترول های سوپرمن، ولی در واقع اینها اکثرا کسانی هستند که لاف میزنند، یعنی نه هیچ چیزی رو که مدعی میشن از شما بهتر نیستند، اون جاهایی که شما مدعی میشید رفتن رو بهترش رو نرفتند، و چون مشکل روانی دارند فقط لاف میزنند که ما از شما بهتریم، ما این کار رو از شما بهتر انجام دادیم، ما مثلا این وزنه رو از شما بهتر زدیم، ما بهتر از شما مقاله می نویسیم، ما نمیدونم بیشتر از شما در تلویزیون بودیم، یه همچین چیزهایی رو، ما بیشتر از شما مخاطب داریم، ما از اول بودیم، ما اون زمانی که ما مبارزه می کردیم کجا بودیم، همچین صحبتهایی می کنن. اینا ترول های سوپرمن هستند که در کتگوری ترول های همون اوباش می چرخند، تو اینترنت هم هستند که بیان نظر بدن، و اینها هم جزء همون کسانی هستن که مشکلات رو دارن. یه ترول رو داریم به اسم ترول های بیمار. ترول هایی که بیمار هستند دستبندی هاشون خیلی زیاد هست. مثلا ترول های تبعیض نژادی، تبعیض جنسیتی و غیره. هدف کلی اونها همین هست که شما رو ناراحت کنن، مضطرب کنن، صدمه احساسی بزنن به کاربران. خودشون هم دچار مشکل عاطفی هستن این افراد و تحت فشارهای عاطفی هستند. مثلا میگم اینها مثلا عده‌ای هستن که زن ستیز هستن یا مرد ستیزن، فرق نداره، زنانی دیدیم که تو همین فیسبوک مرد ستیز هستند. اینها جزء همون ترول های بیمار حساب میشن، یعنی هرچی آقا یه مردی نوشت میگه شما مردا همتون مثل همین، شما مردا همتون نمیدونم اینجوری هستین، شما مردا اونجوری هستین، شما زنا همتون اینجوری هستین، شما دختر ایرانی ها مثلا همتون فلان طور هستید. اینها جزء اون ترول های بیمار محسوب میشن، یعنی همه رو نمیشه توی یک کاتگوری قرار داد، شما همتون مثل همید، شما همتون اینجوری هستید، شما همتون اونجوری هستید.
خب این هم یک نوع بیماری هست دیگه، که همه رو توی یک کته. آیا بابا دو تا چهار تا انگشت دست، یه انگشتای دست رو ببینید همشون مثل هم نیستن، چطور میشه که همه رو یک کتگوری خاص قرار داد؟ پس کسانی که اندیشه های متفاوت دارند در یک کتگوری خاص نمی گنجند. و اگر دیدید که یک شخصی اومد و هی کتگوری بندی کرد، تبعیض جنسیتی کرد و غیره، اون فرد هم دچار اون بیماری ترولینگ و بیماری روانشناسی است. خود این ترول بیمار به چند گروه تقسیم میشه بر اساس استانداردهای اروپایی و آمریکایی. یکیش ترول نارسیستی هست، یعنی بهش میگن که خودبینی، آقا من خودم خیلی بهترینم، من عالی ترینم، من خوشگل ترینم، بچه من با استعداد ترینه، زن من حالا زنشون که زیاد تعریف نمیکنن ولی همه چیز اونها بهترین هست، بهترین ماشین مال منه، خونه من بهترینه، تخت خواب من بهترینه، هر چیزی که مال من هست بهترینم، خوشگل ترینم. از این چیزا به این میگن ترول نارسیستیک، یه مشکل روانشناسی هستیم. یه ترول دیگه داریم، ترول مذهبی هست. کسانی رو هستن که تو هر کامنتی یا هر نکته‌ای که میگن یه نکته مذهبی رو بیارن. حالا اینو بین آخوندا، بچه آخوندا زیادتر هست و بعضا کسانی که تازه دینهای دیگه گرایش پیدا میکنن، آقا هر چیزی میخواد بگه، مثلا امام جعفر صادق فرمود که این کارو نکن، یا خداوند فرموده که اون کارو نکن. اینم جز یکی از ترول‌های بیمار هست که هر چیزی از خودش هیچ سخنی نداره، فقط یه نکته مذهبی رو باید بیاره. خب اینم یک نوع بیماری هست از لحاظ ترولینگ. دوستان عزیز بگم ببینم هنوز برنامه رو دارید میبینید یا نه. بله دوستان زیادی دارن میانن، لطفاً برنامه رو به اشتراک بگذارید. الان یک ترول اومده زیر کامنت ها به اسم فاروق مرادیان، نوشته شما هم ترور میشی به زودی. عزیز من، ما داریم درباره ترول صحبت میکنیم. ترول با ترور فرق داره عزیز من، یه خورده مطالعه کنید شما، یه خورده دانش بیشتر، آگاهی بیشتر، چهار تا سرچی حداقل بشین همین برنامه ها رو نگاه کن عزیز من. این ترول با ترور فرق داره و دو مبحث جداست. من هم به زودی ترور شدم، چه بهتر، در راه آزادی ایران هست و افتخار هم میکنم. ترور هم نشدم، به قول یعقوب لیث صفار، این شمشیر ما بین من و شما قضاوت خواهد کرد. ما بین من و رژیم جمهوری اسلامی قضاوت خواهد کرد. یه چند تا کامنت بخونم یا بحث رو ادامه بدم؟ بذارید بحث رو ادامه بدم، بعد میام کامنت ها رو میخونم آخر برنامه، چون موضوع از دستمون بیرون میره. خب رسیدیم به ترول های شکارچی که جز ترول های بیمار هستن. ترول های شکارچی در هر جای دنیا، هر جایی که باشن، به دنبال شکار لینک هستن. اینا رو هم در بین کامنت های خودتون زیاد میبینید، بیشتر اعصاب آدم رو میخوان خرد کنن و بخوام بهتر براتون شرح بدم، نشستن منتظرن شما یه پست بذارید. نمونهش رو داشتیم، نمونهش رو بسیار دیدیم. یعنی طرف شب و روز و حتی به زن و بچه سفارش میکنه آقا فلانی پست گذاشت رو فیسبوک، منو بیدار کن، اولین نفر من بیام یه کامنتی بدم حالشو بگیرم. دیدید که یا فلانی یه مطلب رو نوشت، خبرم کنید، من بیام یه چیزی بنویسم، طرف رو نمیدونم چند تا چیزم بین خودشون میگم، مثلا یه کاری بکنم رو طرف اینجوری بردار. اینا میگنشون ترول های شکارچی، یعنی فقط این درونشون، این ارضا شدن درونیشون این هست که بیاد طرف یه کامنت ناراحت کننده زیر پست فلان شخص بذاره، از لحاظ درونی ارضا میشه، واقعا ارضا هم میشن ها. خیال نکنید اینها مثلا شوخی بازی است، یعنی یه نفر یک گونه دیگه ارضا میشه، اینها هم یک گونه دیگه. پس این هم یکی از
مشکلات هست. دوستان این استگرام هم درود بر شما، اگه قطع و وصل میشه به علت سرعت اینترنت شماست. سرعت اینترنت من خوب هست. یه نوع ترول دیگه داریم به اسم ترول افسرده. اینها هم خیلی جالب هستن از لحاظ روانشناسی. حالا این برعکس ترول سوپربن هست، یعنی شما هر اتفاق بدی که براتون افتاده برای اینها بدتر افتاده. مثلا میگم شما میگین ماشینم تصادف کرد، میگه نه بابا ماشین منم فلان موقع تصادف کرد، پودر شد نابود شد. میگید من اینقدر ضرر کردم، میگه وای من که بیشتر ضرر کردم. مثلا میگه من دوست پسرم ولم کرده، دوست دخترم ولم کرده، میگه وای من که شوهرم طلاقم داده. یعنی هر چیزی رو شما بگید این هم بدترش رو برای شما بیان میکنه. این هم یک نوع مشکل روحی هست و اینها رو هم در زیر پست ها بعضا میبینید. حالا اینها زیاد بعضی هاشون هم نیاز نیست که بلاک بشن. ترول های بیمار بعضی هاشون یعنی اونقدر اعصاب خرد کن نیستن، ولی خب همیشه موج منفی یا یه عصبانیت های کوچیک در آدم ایجاد میکنن، چون که هر چیزی بگید بدترش برای اون اتفاق افتاده. یعنی امکان نداره شما یه چیز بد براتون اتفاق افتاده براش بگید بیاد مثلا دلداری بده یا بگه اوکی یا بگه درست میشه. نه، فقط میگه بدترش برای من اتفاق افتاده. میگید مثلا جمهوری اسلامی به من حمله کرده، جمهوری اسلامی میخواست منو با تیر بزنه، دیگه تا این حدم میرسونن. میگه خونم دزدی شده، وای منو که نابود کردم، من که اصلا غارتم کردم. اینم ترول های افسردن، چون افسرده هستن این رو همیشه میکرد. خب نمونه های عمومی ترول در همه جای اینترنت دیده میشن. یک مثال معروف ترول های بیمار که بعد از زایمانه، ببینید الان در این مقاله‌ای که براتون آوردم چند تا نمونه آورده از ترول هایی که عمومی حمله می کردن و حتی نوشته چه چیزهایی رو گفتن و حتی بعضی هاشون به دادگاه افتادن، چون در این فضای اینترنت و فضای فیسبوک هم می شود بر اساس شکایت یک فرد رو به دادگاه برد. برای نمونه براتون عنوان می کنم. عدل رو که می شناسید، خواننده معروف هست، بعد از اینکه زایمان کرد و بچه ای رو به دنیا آورد یک نفر نوشته واقعا عدل تونست با اون شکمش بچه به دنیا بیاره؟ بچه اصلا سالمه؟ حتما این مادرش چاق و خنگه، باید این بچه رو کشت. یا توی مورد دیگه نوشتن که همین الان میرم انگلیس و عدل رو به خاطر این میکشم. و یکی بعدش نوشته بچهش رو هم حتما بکش. اینها جز ترول هایی هستند که اذیت و آزار میدن. یا یک نمونه دیگه توی مورد دیگه، تام دایلی یکی از ورزشکاران المپیک بوده، به خاطر ابتلا به سرطان پدر تام دایلی فوت میشه و بعد از اینکه نتونست مدال بیاره یک نفر اومده بهش تاخته گفته پدرت رو ناامید کردی، امیدوارم این مسئله یادت بمونه. یعنی مرگ پدرش رو به یادش انداخته گفته تو پدر... همین کوتاه، تو پدرت رو ناامید کردی، امیدوارم این مسئله یادت بمونه. مدتی بعد روزنامه دیلی تلگراف خبر صدور حکم دستگیری برای این ترول رو منتشر کرد. یعنی حتی همین کلمه که باعث آسیب زدن روحیه به یک شخص دیگه میشه باعث دستگیری فرد شده. چون ما تو یک دنیای زندگی میکنیم که تفاوت داره بین آزادی بیان و زخم زبان زدن و خرد کردن روحیه افراد. یک فردی که پدرش در اثر سرطان مرده بیاد یک نفر بنویسه که تو پدرت رو ناامید کردی، که این فرد هم دستگیر شد. حال
مطالب دیگه هم هست که چطور با ترول ها برخورد کنیم. خیلی هاشون رو باید دوستان حقیقتا بلاک کنید، یعنی از زندگیتون اگه تو این فضا باشند حذف کنید، و خیلی های دیگرشون هم باید یک جوری میتونید تحمل کنید با گفتمان و غیره، اونها رو به راه راست هدایت کنید. این جریان ترول هست. یکی از دوستان پرسیده ترول چه معنی داره؟ آنا دلگاه عزیز هم براش توضیح داده که ترول به چه معناست. به معنای اوباش اینترنتی هست که در فضای حقیقی هم این افراد رو میبینیم. در اینستاگرام غلامرضا ایزدی میگه که این ترول ها خیال میکنن با توهین کردن بزرگ میشن. دقیقا نکته درستی رو اشاره میکنه. اوباش اینترنتی معمولاً افرادی هستند که دچار حقارت و کوچکی هستند و در این کوچکی خودشون موندن و هیچگاه نتونستن بر اساس توانایی شخصی و خودساختگی به جایی برسن. خب این افراد میان معمولا به انسانهای بزرگ حمله میکنند، به انسانهای خودساخته، به انسانهایی که حالا به یک جایی رسیدن حمله میکنند. نمونهش رو ببینید، مثلا چقدر حمله علیه شاهزاده رضا پهلوی وجود داره. میرید افراد رو نگاه میکنید، یک مش شورشی 57 و یک مش افراد درپیت که اصلا هیچ سواد، هیچ شعور، سواد که زیاد مهم نیست، هیچ شعور و هیچ خصلت انسانی نداره. مهدی مخدومی نوشته که ناصر پولی شده ناصر بولی. بله، این آقا هم دیگه برای خودش معروف شد، یه نمونه به عنوان یه نمونه ترول معروف شد و ایشون رو من بلاک کردم و با یک دونه بلاک به راه راست هدایتش کردم حداقل اینجا مزاحم دوستان نشه. حقیقتا قابل تحمل نیست. آقا من چه دوستی با مثلا یک فردی دارم که مرتب میخواد بیاد زیر پست من یک سری اتهامات رو به یک نفر دیگه تکرار کنه؟ برای چی؟ چه عهد و اخوتی دارم؟ آزادی بیان میخوام هم نباشه. میخوام 100 سال سیاه همچین آزادی بیانی نباشه که یک نفر بلند شه بیاد اتهام زنی هاش رو زیر صفحه من انجام بده به یک شخص دیگه. من اجازه این اتهام زنی ها رو به کسی نخواهم داد. اتهام میخوای بزنی برو تو دادگاه. در کشور کانادا، در کشور سوئد، در اروپا، آمریکا یک پدیده‌ای داریم به اسم دادگاه. و شما میتونید اتهام زنی هاتون رو توی دادگاه انجام بدید. حرفی دارید، سخنی دارید، توی فیسبوک مبارزه نستو جاش نیست. میری تو دادگاه حرفت رو اثبات میکنی. علیه خود من موضع داری؟ یکی اومده بود همون چند مدت پیش هم راجبش برنامه ساخت. مبارزه نستو عامل نمیدونم وزارت اطلاعات. برو تو دادگاه اثبات بکن. من یه پناهنده سیاسی هستم. تو بتونی این رو اثبات کنی، میتونی پناهندگی سیاسی من رو بگیری. چرا نمیتونی این رو اثبات کنی؟ چرا نمیری اثبات کنی؟ چون دروغ میگی. چون که یک ترول هستی و از این فضای مجازی استفاده میکنی برای اتهام زنی. و فضای مجازی هم چون که ما ایرانیان در کشورهای دیگه هستیم و قوانین رو دست و پامون رو بسته است، زیاد نمیتونیم یقت رو بگیریم. اگر شهروند کشور دیگه بودیم مسلما بدونید که به راحتی میشد یقه این افراد رو گرفت، به دادگاه کشوندشون، بر یقه این ترول ها رو گرفت. حتی چون اتهامی که اثبات نشه در حد اتهام هست و فرد اتهام زننده بزرگترین مجازات ها رو تو این کشورهای دموکراتیک دنیا داره. قوانین دموکراتیک دنیا رو ببینید، ببینید برای چی شدن این کشورها، چون جلوی اتهام زنی رو گرفتند. شما میتونید با کسی شوخی کنید، طنز بگید، مسخره کن، این بد نیست. بد که حالا از جنبه اخلاقی شاید بد باشه، ولی از جنبه قوانین کشورهای دموکراتیک یه مورد پذیرفته شده، آقا طنز گفته. ولی یک جایی که برسه کار به اتهام زنی و شما بخواید یک اتهامی رو به شخصی بزنید و نتونید اون اتهام رو ثابت کنید، این دیگه مجازات براتون در پی داره، این دیگه ترولینگ هست. همین کتگوری هایی رو که براتون شکافتم.
درودی دارم به همه عزیزانی که دارن برنامه رو میبینند از سطر تا ذیل. مریم هدایتی عزیز گفتن که کار خوبی کردید، بیمار بنده خدا. مریم جان، شخصی که بیمار هست رو ما نباید، یعنی اشتباهی که خود من کردم، اومدم یه چیز رو راجع به ایشون دیدم، هی داره کامنت میذاره باب کردم و هی دوستان هم به کار میبردن، اشتباه بود. باید همون سر اول این رو بلاک میکردیم میرفت. این افراد رو باید بلاک کرد رفت، چون اینها ارضا میشن. این فردا خوشحالتر میاد میگه دوباره همون حرفاش رو تکرار میکنه، همون مزخرفاتش رو. اگر لیلی به لالاشون بذاری به قول معروف، میان این حرفا رو تکرار میکنند. پس همون در نطفه باید این افراد رو خفه کرد. بگید آقا اگه حرفی دارید، دادگاه هست، شکایت هست، صفحه خودت هست. تو صفحه من چی کار میکنی؟ بابا صفحه خودت هست لااقل. بیای تو صفحه خودم به خودم فحش بدی، بعدم بگی آزادی بیان مگه ندارید شما؟ این اسمش آزادی بیان نیست. برای ما مباحث غربی رو بد تعریف میکنن بعضی مواقع. یعنی دموکراسی، آزادی بیان، حقوق بشر، یه سری مفاهیمی هست که درسته که خود ما ایرانیان در هزاران، حداقل در پیش از اسلام، اینها رو به وجود آوردیم، ولی اینها بعد که رفت در غرب و تعریف های دیگه پیدا کرد، دوباره برگشت در کشور ما، برای ما بد تعریف شده. مثلا میگم تظاهرات یا قیام مسالمت آمیز، تظاهرات مسالمت آمیز، این رو برای ما جوری تعریف کردن که اگر اومدن بلا نسبت با باتوم توی سر همه ما زدند و به همون تجاوز کردند، هم هیچی نگیم. یه موقع مسالمت آمیزش از بین میره ها. یه موقع اگر مثلا با باتوم تو سرمون کوفتن، گفتیم آخ دیگه این مسالمت آمیز. نه، اینها مفاهیمی هست که یک عده مزدور، عوامل رژیم، یا یک عده که نمیخوان مردم اون دلاوری و رشادتشون رو به دست بیارند، نشستن برای ما تعریف کنن. این چنین نیست. تظاهرات مسالمت آمیز یعنی من به صورت مسالمت آمیز میام در خیابون، دست به اسلحه نمیبرم، حق مسلم خودم رو از اون کشور میخوام، میگم خونم رو پس بدید، شما چه کاره هستید 40 سال کشور رو گرفتید. ولی اگر ماموری دست کرد باتوم و دست کرد به اسلحه و در مقابل تظاهرات مسالمت آمیز من یک حرکت غیر مسالمت آمیز انجام داد، اونجا من حق دفاع از خودم رو دارم. این چی هست؟ این حق دفاع هست که یکی از حقوق ساده بشری است. هر انسانی حق دفاع از جان خود رو داره. پس اینها رو بد تعریف میکنن. آزادی بیان یعنی چی؟ یعنی اینکه هر کسی بدون اینکه به شخص دیگری آسیب روحی یا روانی یا غیره وارد کنه، بیاد نظر خودش رو در کمال ادب بگه، نه در چارچوب این ترولینگ هایی که من معرفی کردم، نه اینکه بیاد فحش بده، نه اینکه بیاد دروغ بگه آقا شما دزدید، بیاد تو صفحه من، نه من آزادی بیان دارم، اجازه میدم بیان. یکی از اشتباهات این تلویزیون های لس آنجلس این بود، این خط رو باز میکردن برای همه. آقا این خط برای همه نیست، برای بسیجی نیست که بیاد زنگ بزنه خودشو ارضا کنه، فردا ببره صدای خودشو بده پایگاه، 50,000 تومان 100,000 تومان حقوق بگیره، بگه من رفتم رو خط تلفن فلان تلویزیون اشغال کردم. نه، برای ملت ایران هست، برای کسانی هست که حرفی دارن و تریبون ندارن. اشتباه این تلویزیون ها این بود. دیدید که من هیچ موقع اجازه نمیدم شخصی بیاد اینجا دشمن ملت باشه، با من، با مواضعی خود من که هوادار پادشاهی هستم و با مواضعی خود شما و با مواضعی ملت ایران مخالف باشه، بخواد زرش هم بزنه. اجازه زر زدن به اینها رو نخواهم داد. تریبون دارن، صدا سیما دارن، شبکه 1 دارن، 2 دارن، 3 دارن، 5 دارن، 20 تا شبکه استانی دارن، برن تو اونها زرشون رو بزنن. اجازه من نمیدم.
چون تریبون ما متعلق به ماست. همین هایی که بهشون اجازه داده نمیشه بیان حرفشون رو بزنند، میان کامنت میذارن، شما چه آزادی بیانی دارید آخه، شما چه دموکراسی هستید، فردا میخواید بیاد کشور ما رو هم اینجوری اداره کنید، همینجور دهان ما رو هم ببن. آره، اگه اداره کردن کشور دوست عزیز خیلی تفاوت ها داره با اینکه بیای از یک تریبون بخوای خزعبلاتت رو ارائه بدی. همه چیز رو اینها با هم قاطی میکنن که شما رو فریب بدن. نباید فریب بخورید. اداره کردن کشور یعنی شما هم سهم مساوی داری، برو تلویزیونت رو بزن، در تلویزیون خودت صحبت کن، تو کار بقیه هم دخالت نکن. میخوای بری مسجد نماز بخونی، برو بخون. حق نداری بقیه رو یقه اون یکی رو بگیری که دین نداره ببریش مسجد. حق نداری که تو خیابون کسی رو که نمیتونه غذا بخوره یا دلش میخواد غذا بخوره رو یقهش رو بگیری بگی چرا غذا خوردی. تحمیلی نیست آزادی و دموکراسی که تحمیلی نیست. بس هم اسمش رو بذارید دموکراسی اسلامی. اینها رو خواستم یه خورده بازتر کنم و به اینها یاد بدم که تعاریفی رو که از آزادی و آزادی آزادی میکنید تفاوت داره. خب درود بر همه عزیزان. شاهرخ عزیز میگه بسیار زیبا صحبت میکنید، درود بر شما و تمام باورمندان خاندان پهلوی، درود بر شما. سورن آتئیست ایرانی میگه موافقم، یک سوال دارم جناب. سوالت رو بپرس عزیز، جواب خواهم داد. کوروش احمدی درود میگه، بقیه عزیزان رو هم ببینیم. سوران آتئیست میگه که به نظر من بلاک کردن چاره کار نیست، من باید بدونم دور و برم چه خبره، باید جوابشو بدم. عزیز من، اومدم برات معرفی کردم و گفتم ما با مخالف خودمون روبرو نیستیم، ما با انسانهای مریض روبرویم. طبیعتا یک نفر مخالف عقیده من باشه، من دارم توی فیسبوکم طیفهای مختلف فکری هستند، جمهوری خواه هستند، بعضا چند تا کمونیست هم داریم، میبینم دخالتی توی پست های من ندارند، منم دخالتی ندارم، نظرات اونا رو میخونم. اگه بخوان نظری هم بدن در چارچوب ادب و احترام و درستی میدند. خب این تفاوت داره، یکی بخواد بیاد از این فضا استفاده کنه، فحش بده، توهین کنه و از این تریبون استفاده کنه و نظرات خودش رو تحمیل کنه. دوستان عزیز، اشتراک گذاری رو هم در این میون فراموش نکنید. بذارید بقیه دوستان رو هم ببینم. فکر کنم از کامنت هایی که بالاتر هست رو نمیشه دید. به هر حال این مشکل از فیسبوک لایف هست که کامنت هایی که دورتر هست رو نمیشود دید و کامنت هایی که نزدیکتر دیده خواهد شد. درود بر همه عزیزانی که تازه پیوستند و تازه برنامه رو میبینند. افشین ساسانیان میگه که کشور ناسیونالیست هیچی نمیتونه اداره کنه. نمیفهمم منظور تو. ولیکن نظر من راجع به ناسیونالیست، تنها راه نجات ایران هست، ملیگرایی تنها راه نجات ما ایرانیان هست. الان ببینید دوستان، بحث اسرائیل و فلسطین و این بحثا رو پیش آوردن، به ما ملت ایران چه مربوط که آقا یک مشکل 1400 ساله ما بین یهودیان و مسلمانان و مسیحیان تو اون قسمت وجود داره، ما چه کار هستیم وسط دخالت کنیم؟ ما منافع ملی و تمامیت ارضی کشور خودمون باید برامون اهمیت داشته باشه. یه حکومتی هم داریم که حالا هر خبری میشه قربونش برم منافع مردم فلسطین و اینها در اولویت است. این دعوا
هیچ ربطی به ما ایرانیان نداره، اونها برن با خودشون دعوا کنن، خودشون هم حل کنن جریان رو. چون که اون منطقه، اون منطقه‌ای که حالا فلسطین نامیده میشه و بیت المقدس و اسرائیل و اینها، اون منطقه کلن از شاید 5000 سال پیش همش صحنه درگیری و جنگ و خونریزی بوده. برید یه خورده تاریخ رو بخونید. امروز یکی از دوستان هم جالب نوشته بود که حتی زمان فرعون ها بر سر این منطقه دعوا بود و نزاع بود، چون که بر سر تجارت هایی که یهودیان میکردند و غیره. پس این مطلب هم به ما ربطی نداره. در مصالح ملی ما باید ملی نگاه کنیم. سیمرغ میگه که سیمرغ آزادی، درود با آزادی، شاهنشاه پهلوی ایران ساز، با عدل و عدالت رضا شاه پهلوی، کلید بهشت حقیقی ایران و ایرانی، درود به همه دوستان با وفا، درود بر شما. بیژن روشنی میگه پس به مجاهدین چرا بند میکنیم؟ خود من که حقیقتا به مجاهدین بندی نکردم. یه بار فقط سر 28 مرداد یکیشون اومد یه کامنت گذاشت، من پاسخ دادم. توی فیسبوک هم من فکر کنم 3-4 تا مجاهد هم باشن، ولی خب تا زمانی که کاری به کار ما نداشته باشن میتونن عقیدهشون رو داشته باشن و انجام بدن. این هم از این مورد. من سپاسگزاری بکنم از دوستانی که مطلب رو به اشتراک گذاشتند و اشتراک خواهند گذاشت. اسامیشون رو بخونم از پایین و برنامه رو خاتمه بدم. همچنین دوستانی که در اینستا هستند، اگه سوالی دارید بپرسید، چون داریم برنامه رو میبندیم. البته با دوستان اینستا شاید باشیم و مقدار بیشتر صحبت کنیم. یکی از دوستان هم نوشته در اینستاگرام باید ارتش سایبری درست کرد به اسم ایرانبان پلیس مردمی و هماهنگ این افراد رو بلاک کنیم و رپورت کنیم. 22 بهمن میگن اومدن بیرون صحت داره، من نظرم رو گفتم، هر درخواستی باید از درون ایران باشه و پایگاه مردمی داشته باشه. درخواستایی که از بیرون میاد اگر پایگاه مردمی نداشته باشه از نظر من اشتباه است و موجب ناامیدی. من سپاسگزاری میکنم از عباس توف عزیز که اولین نفر همیشه این برنامه ها رو به اشتراک میگذاره و از آنای عزیز که دومین نفر همیشه برنامه ها رو به اشتراک میگذاره بعد از عباس عزیز و مهدی مخدومی، آریا توکلی، میترا بانو، میترا ایرانی که همیشه در تمامی گروه ها میبینم که باز هم امروز رکورد رو شکستن و در تمامی گروه ها برنامه رو به اشتراک گذاشتن و عادل شریفی عزیز و حمید بیات و زهره فردی عزیز و بابک تبریزی و سیمون رفیعی عزیز. و ببینیم سیمون رفیعی هم، جناب رفیعی هم در بسیاری از گروه ها به اشتراک گذاشتن این برنامه رو، از ایشون هم سپاسگزاری میکنم. ایشون هم امروز در اندازه بانو میترا ایرانی به اشتراک گذاری کردن در گروه های مختلف. این گذاشتن در گروه های مختلف کمک میکنه که افرادی که آشنا نیستن با برنامه بیان و برنامه ها رو ببینن، دوستان استفاده ببرن. چون که من صفحم رو با وجود این که نزدیک 7000 نفر فالوور دارم هیچگاه به پیج تبدیل نکردم، چون که خواستم با دوستان نزدیک ارتباط نزدیک داشته باشم، یکی از خودشون باشم و به پیج هم تبدیل احتمالا نخواهم کرد، احتمال زیاد، و دوست دارم یک شخص باشم بیشتر تا چیز. خب وقتی که پیج نباشید نمیتونید یک سری امکانات رو داشته باشید، به اون صورت بازدیدهای زیادتری بگیرید. پس این همت و همیاری شماست که در کنار من قرار بگیرید و پست ها رو به اشتراک بگذارید تا دیگران هم ببینن. از فرهاد انفرادی، آزادی آزادی، کاوه البرز، روز خشم ایران، رودابه ایرانی،
که بانو رودابه هم در چندین گروه به اشتراک گذاشتن، از ایشون هم سپاسگزاری میکنم، دارم میبینم الان. و از بانو اشرف حسینی از میهن پرستان و همسر یکی از بزرگوارانی که در جریان قیام نجه تیرباران شد، از ایشون هم سپاسگزاری میکنم که برنامه رو به اشتراک گذاشتن. بانو لیلی لیلی رهاوی، بیژن روشنی و کاوه البرز مجددن که این برنامه رو به اشتراک گذاشتن، هم تشکر میکنم. و از غلامرضا ایزدی عزیز. خب دوستان، سپاسگزارم. برنامه امشب رو هم به پایان میبریم. بدرود، تا درودی دیگر.